روسیه با بیش از 300 میلیون جمعیت یکی از کشورهایی است که بیشترین رشد جمعیتی مسلمانان در آن در حال رخ دادن است علت اصلی این مسئله رشد منفی جمعیت در میان غیر مسلمانان این کشور است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. اسلام در قطب شمال فدراسیون روسیه به اختصار اسلام قطبی یا اسلام در قطب حدیثی اجتماعی و جدید است که به اشاعه اسلام و بخشهایی از مناطق در حال تغییر و نفتخیز شمالگان روسیه اشاره دارد. عموما جوانان از قفقاز و آسیای مرکزی برای کار به این مناطق جذب شوند و به نوعی هویت اسلامی جدیدی به خاطر اختلاط قومیت‌های مختلف با مذاهب و اعتقادات متفاوت در حال شکل‌گیری است. پدیده مهاجرت در روسیه منجر به گسترش اسلام به سمت شمال و شرق دور شده است که در نتیجه آن یک منطقه دیگر با نفوذ قوی از سوی مسلمانان به مناطق قبلی قفقاز شمالی و حوزه ولگا اضافه می شود. خانم مارلن لارویل پژوهشگر ارشد انستیتوی مطالعات اروپا روسیه و اوراسیا در این باره معتقد است که در سال 1990 جمعیت بسیاری از این شهرها سی تا 50 درصد کاهش یافت در بیشتر شهرها این کاهش جمعیت ادامه یافته اما مراکز مهم منطقه و چند شهر که به استخراج معادن زیرزمینی به ویژه منابع انرژی مرتبط بودند در حال توسعه هستند جمعیت زیادی عمدتا از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی و مناطق جنوبی روسیه به این مناطق مهاجرت می کنند. بیشتر مهاجران آذربایجانی ساکن ایالت مرمانسک هستند و معمولا کسانی که از آسیای مرکزی میآیند در جمهوری یاقوتستان از جمهوری های روسیه ساکن می شوند. مناطق نفخیز شمالی نیز انتخاب مهاجران زیادی از باشقیر، تاتارستان و قفقاز شمالی بوده است. مساجد در شمالگان روسیه باید بر روی پایه ها ساخته شوند و وزوخانه ها هم در داخل مساجد قرار بگیرند. مفتی و رهبران مذهبی مسلمانان سوالات مربوط به اوقات شب و روز در ماه رمضان را پاسخ می دهن. مسائلی هم در رابطه با خاک سپاری و دفن اموات وجود دارد. در اسلام سفارش شده است مسلمانان در وطن خود و با رایت دستورات شرعی دفن شوند اما عده زیادی هستند که در شمال به دنیا آمدن و باید همینجا دفن شوند و به خاطر یخبندان دائمی نمیتوان آنها را بدون تابوت دفن کرد. معمولا سعی می شود اموات را به وطنشان منتقل کنند که کمک های مالی برای این مسئله هم سریحا جمع آوری می شود. امامان مساجد اغلب در مسائل مختلف از جمله تنظیم مدارک برای مهاجران غیرقانونی با مقامات و نهادهای مسئول همکاری منسجم دارند. همچنین آنها در تلاشند که نفوذ رهبران تندرو را محدود کنند.